سلام مخاطبان عزیز، بخش سوم از مبحث کار و انرژی رو در این فیلم خواهیم دید. با این تمرین مروری داشته باشیم بر آنچه که گفتیم. مطابق شکل، جسمی به جرم 8 کیلوگرم روی سطح افقی با نیروی افقی 10 نیوتن کشیده می شود. اگر شتاب حرکت جسم 2 متر بر مجذور ثانیه باشد، چنانچه جسم حرکت کند، کار نیروی اصطکاک را در جابجایی 5 متر به دست آورید. میدونیم برای اینکه جسم حرکت کنه باید نیروی F از نیروی اصطکاک بیشتر باشه، اما ما اینجا نیروی اصطکاک رو نداریم، مو K هم نداریم، مو S هم نداریم. میدونیم شتاب حرکت جسم 2 متر بر مجذور ثانیه است. اگر جابجایی اتفاق بیفته، پس پیش فرض مسئله اینه که شتاب حرکت جسم 2 متر بر مجذور ثانیه باشه. اگر این شتاب باشه، حرکتی رخ بده، 5 متر جابجا بشه، کار نیروی اصطکاک رو پیدا کنیم. جسمی که 8 کیلوگرمه، اگر شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه بخواد پیدا کنه، نیروی 16 نیوتن نیاز داره، در صورتی که اصلا اصطکاکی هم نباشه. حالا که اصطکاکی هم هست که حتما باید بیشتر از 16 نیوتن باشه، پس اصلا حرکتی رخ نمیده. چرا؟ یه بار دیگه، جرم جسم 8 کیلوگرمه، شتاب به ما گفته 2 متر بر مجذور ثانیه، 8 ضرب در 2 16 نیوتن حداقل نیروی هست که باید به جسم به جرم 8 کیلوگرم اعمال بشه تا شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه رو پیدا کنه. وقتی که داره نیروی 10 نیوتنی بهش اعمال میشه، شتاب 10 هشتم یعنی 5 چهارم یعنی 1.25 متر بر مجذور ثانیه رو پیدا میکنه، نه شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه. بنابراین حرکتی رخ نمیده که جابجایی 5 متری رخ بده که کار نیروی اصطکاکی ایجاد بشه. اما اگر یه نفر شروع کرد به حل کردن مسئله، آیا میتونه برسه به یه جوابی و از روی اون جواب متوجه بشه که بله حرکتی رخ نمیده؟ بله. به چه صورت؟ میگه برایند نیروهای وارد بر جسم طبق قانون دوم نیوتن برابر هست با MA. نیروی N و MG با هم برابرن، برابرین برایند نیروهای عمودی صفره. اما برایند نیروهای افقی نیروی F رو داریم، نیروی F کار رو داریم، چون خلاف جهت هم هستن، F منهای F کا میشه مساوی با MA. به جای F میذاریم 10، منهای F کا مساوی با 8 ضرب در 2. اینجا F کا در میاد منفی 6 نیوتن. آیا میتونه منفی 6 نیوتن درست باشه؟ نه. اگر منفی 6 نیوتن باشه، جهتش به سمت راست میشه. میگید چرا؟ به خاطر اینکه ما افکا رو ابتدا منفی افکا در نظر گرفته بودیم. حالا که منفی 6 نیوتن به دست اومده، یعنی خلاف جهتی که ابتدا در نظر گرفتیم در اومده، یعنی همجهت با اف. مگه میشه نیروی اف و افکا هم جهت باشن؟ نیروی اصطکاک خلاف جهت اف. بنابراین از اینجا متوجه میشیم که حرکتی رخ نمیده. یه بار دیگه این منفی رو بگم،
اف کار رو وقتی در میاریم منفی 6 نیوتون، میریم روی همون قانون دوم نیوتون، اف منهای 6، یعنی میشه 10 به علاوه 6 16. یعنی اف کار رو همراستا و همجهت با اف در نظر گرفتیم که این متناقض با این هست که نیروی اصطکاک خلاف اف اعمال میشه، چون حرکتی رخ نمیده، بنابراین جا به جایی رخ نمیده، کاری اتفاق نمیفته. کار نیروی اصطکاک مثل کار نیروی اف صفره. اما این مثال همون صورت مسئله رو داره، اما جرمو گفته 3 کیلوگرم. سه ضرب در دو میشه چند؟ 6 نیوتن. 6 نیوتن نیرویی هست که اگر به جرم 3 کیلوگرم اعمال بشه شتاب 2 متر بر مجدور ثانیه رو میده. میگید که اینجا F مساوی 10 نیوتنه. خب نیروی اصطکاک هم داریم که 4 نیوتنه، میاد از 10 نیوتن کم میشه. بنابراین امکان پذیره جا به جا شدن این جرم 3 کیلوگرمی برای 5 متر و بیشتر. وقتی شروع میکنه به حرکت میتونه از 5 متر هم بیشتر جا به جا بشه، چون شروع کرده به حرکت دیگه نیروی اصطکاک ایستایی که بیشتر از نیروی اصطکاک لغزشی هست رو رد کرده، مگر اینکه نیروی دیگه اعمال بشه تا جسم از حرکت خودش بیسته. اما برای 5 متر جابجایی می‌خوایم کار نیروی اصطکاک رو پیدا کنیم. پس میاییم صورت مسئله رو خودمون مجدداً با شکلی که میکشیم برای خودمون مفهوم میکنیم. یه جرمی داریم 3 کیلوگرمی روی سطح افقی با نیروی افقی 10 نیوتن داره کشیده میشه. سوال، اگر هل داده بشه فرقی میکنه؟ نه. چون راستای نیرو جهت نیرو تغییری نمی کنه. برایند نیروهای وارد بر جسم مساوی با ام آ. قانون دوم نیوتن به ما میگه وقتی برایند نیروهای وارد بر جسم اف نت به جسمی اعمال بشه در نظر بگیریم، برابر با ام آ، جرم جسم در شتابی که به دست میاره. سوال، مگه حتما حرکتی رخ میده؟ میگیم اگر برایند نیروها عددی بشه بله حتما حرکتی رخ میده. اونجایی حرکتی رخ نمیده که یه نیرویی در مقابل نیروهایی که ما اعمال میکنیم بر جسم اعمال میشه. مثلا ما اگر یه جسم خیلی سنگین رو هل بدیم، نیرویی که ما داره اعمال میکنیم یه نیرویی در خلاف جهتی که ما اعمال میکنیم داره به جسم اعمال میشه. این با عمل و عکس العمل فرق میکنه ها. ما برایندگیری داره میکنیم، برایندگیری هم نیروهای وارد بر جسم. ما مثلا میخواییم یه جسم خیلی سنگین رو هل بدیم اما حرکت نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اصطکاک بین جسم و سطح داره در خلاف جهتی که ما اعمال نیرو میکنیم اعمال میشه بر جسم. اینجا 10 منهای افکا مساویه با 3 ضرب در 2 افکا در میاد 6 نیوتن. نیروی اصطکاک رو به دست آوردیم. ضرب در جا به جایی 5 متر ضرب در کسینوس زاویه بین افکا و جا به جایی. افکا به سمت چپ، جا به جایی به سمت راست. زاویه بین افکا و دی یعنی
بردار نیرو و جابجایی 180 درجه است. کوسینوس 180 منفی 1. برای همین هست کار نیروی استکاک منفیه. اما اگر به ما بگه کار برایند یا کار نیروهای برایند چقدره؟ ما یه نیروی F داریم، یه نیروی FK داریم، یه نیروی N داریم، یه نیروی MG که داره بر جسم اعمال میشه. N نیروی عمودی سطح یا نیروی واکنش سطح، نیرویی است که از طرف سطح به جسم اعمال میشه، مساوی با MG نیروی وزن جسمه. چرا؟ به خاطر اینکه مقابله کنه از فرو رفتن جسم در سطح. کارش چقدره؟ صفره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به صورت عمود بر جا به جایی داره بر جسم اعمال میشه، بنابراین زاویهش 90، کوسینوس 90 هم صفره. WT میشه WF به علاوه WFK. فقط این دو نیرو هستن که ما باید برایندگیری رو براشون انجام بدیم، چون کار نیروی وزن هم صفره. 10^5 کار نیروی F به علاوه کار نیروی سکاک که منفی 20 هست میشه 30 جول WT. اما اگر بخوایم از قضیه کار و انرژی برای حل این مسئله استفاده کنیم و کار نیروی برایند رو به دست بیاریم، باید سرعت رو به دست بیاریم، بعد از این 5 متر جا به جایی با این شتاب و از سرعت اولی که صفر هست کم کنیم، WT تغییرات انرژی جنبشی. انرژی جنبشی چی بود؟ انرژی است که وابسته است به سرعت جسم، 1/2 mv2. تغییرات انرژی جنبشی چیه؟ 1/2 mv2 منهای 1/2 mv02، سرعت ثانویه، سرعت اولیه. تغییرات انرژی جنبشی 1/2 m ضرب در v2 منهای v02 تو پرانتز. به جای اینکه بنویسم 1/2 mv2 منهای 1/2 mv02، از 1/2 mش فاکتور گرفتم. اما سرعت ثانویه رو چجوری به دست بیاریم؟ شتاب رو داریم، جابجایی رو داریم، فرمول v2 منهای v02 مساوی با 2ax v به دست میاد رادیکال 20 متر بر ثانیه. قرار میدم در فرمول V0 چنده؟ از حال سکون شروع کرده به حرکت، انرژی جنبشی اولیه صفره، بنابراین انرژی جنبشی ثانویه رو اگر به دست بیاریم، تغییرات انرژی جنبشی به دست میاد 1/2 ضرب در 3 ضرب در رادیکال 20 به توان 2 که اگر ساده کنیم میشه C. از طریق کار برایند نیرو هم به 30 جول رسیدیم. قضیه کار و انرژی برای به دست آوردن کار نیروهای برایند وارد بر جسم، 30 جول مساوی با 10^5 به علاوه WFK. WFK از اینجا در میاد منفی 20 جول. بنابراین میتونیم از قضیه کار و انرژی کار نیروی استکاک رو به دست بیاریم، کار نیروی برایند رو به دست میاریم، کار نیروی F رو به دست میاریم، کار نیروی استکاک منفی 20 جول به دست میاد. حالا اگر به ما بگن ضریب استکاک لغزشی رو هم پیدا کنیم، باز میتونیم با توجه به فرمولایی که میدونیم حساب کنیم. به چه صورت؟ بگیم کار نیروی استکاک برابر است با FK ضرب در D، یا بگیم نیروی استکاک برابر است با مو K ضرب در MG. از هر دو فرمول میتونیم مو K رو به دست بیاریم. WFK رو که به دست آوردیم،
اندازش مهمه. تقسیم بر 5 ضرب در MgC. اگر بخوایم از افکا تقسیم بر Mg هم حساب کنیم، نیروی استکاک رو باید به دست بیاریم. نیروی استکاک رو چجوری به دست بیاریم؟ میگیم F منهای FK مساوی MA. FK رو 4 نیوتون به دست آوردیم. Mg هم 3 ضرب در 10 4 سی اوم، که اگر ساده کنیم 2 15 هم به دست میاد. همون موهکایی که از طریق WFK تقسیم بر D ضرب در Mg به دست آوردیم. سوال: از کدوم راه به دست بیاریم؟ بستگی داره از ما چی بخوان. اگر کار نیروهای برایند رو بخوان، ما سرعت اولیه و سرعت ثانویه رو داشته باشیم. قضیه کار و انرژی WT مساوی با دلتا K. اما اگر در مراحل ابتدایی مسئله باشیم، یعنی نیروها رو به ما داده باشه، یکی از نیروها مجهول باشه، ما باید از قانون دوم نیوتن اول نیروی مجهول رو پیدا کنیم، در جا به جایی ضرب کنیم تا کار اون نیروی مجهول به دست بیاد. اما همواره نیروها به صورت افقی یا عمودی بر جسم اعمال نمیشه، بلکه میتونه به صورت مایل بر جسم اعمال بشه. مثل این مثال، نیروی 100 نیوتنی با زاویه 37 درجه به این صورت داره به جسمی به جرم 8 کیلوگرم که روی سطح دارای استکاک قرار داره اعمال میشه. کار هر یک از نیروهای وارد بر جسم و بعد از 4 متر جابجایی گفته محاسبه کنیم. حتما باید جابجایی ببینیم رخ میده، بعدن کار نیروها رو حساب کنیم. اگر جابجایی رخ نده اصلا کار نیروها هر کدوم که باشن صفره. اولین کاری که میکنیم نیروهای وارد بر جسم رو مشخص میکنیم. نیروی افی هم که داره به صورت مایل بر جسم اعمال میشه رو تجزیه میکنیم به صورت نیروهایی که افقی و عمودی باشه تا بتونیم برایندگیری انجام بدیم. پس مراحل حل یک مسئله به این صورته. نیرو اگر به صورت افقی یا عمودی باشه، تکلیفش برای اینکه جابجاییش رو درش ضرب کنیم مشخصه. اما اگه به صورت مایل باشه، چون کار برابر است با نیرو ضرب در جابجایی در راستای نیرو، نقطه اثر نیرو باید ببینیم در چه راستایی جابجا شده، اون مهمه. باید تجزیه کنیم به صورت Fx و Fy. تجزیه کردن بردارها بسیار مبحث مهمیه که ما هم تمرین های متعددی رو در فصل مربوط به بردار در این زمینه حل کردیم. نیروی F رو به صورت مؤلفه های افقی یا عمودیش تجزیه میکنیم. زاویه رو به ما داده 37 درجه. مؤلفه افقیش یعنی Fx میشه 100 ضرب در کسینوس 37 درجه. سینوس و کسینوس زاویه های 30 60 رو حفظیم، اما برای 37 درجه رو خود اطلاعات مسئله به ما داده. کسینوس 37 درجه 8 دهم، سینوس 37 درجه 6 دهم. اگر نیروی با زاویه 53 درجه هم در این مسئله اعمال می شد، ما از روی سینوس کوسینوس 37 درجه سینوس کوسینوس 53 درجه رو با استفاده از اینکه می دونیم زوایای متمم سینوس و کوسینوسشون عکس یکدیگرن، یعنی چی؟ یعنی کوسینوس 37 درجه که 8 دهمه سینوس 53 درجه است. راستای جابجایی روی سطح افقیه. سوال: آیا نمیشه جسم بهش نیرو اعمال بشه؟
و حرکتی به بالا داشته باشه؟ بله میتونه داشته باشه، اما تا وقتی که داره روی سطح کشیده میشه راستای جابجاییش افقیه، مگر اینکه ما از سطح با نیرویی که اعمال میکنیم از روی سطح بلند بشه و شروع کنه به جابجایی در راستای اون نیرو، مثل هواپیمایی که داره تحت اثر نیرویی که خودش اعمال میکنه به صورت مایل پرواز میکنه. اما برای جسمی که داره روی سطح کشیده میشه، تا وقتی که داره روی سطح کشیده میشه یعنی جابجایی فقط راستای افقی داره. برایندگیری انجام میدیم، برایند نیروهای عمودی صفره، چون جابجایی در راستای عمودی نداریم. اما برایند نیروهای افقی برابر است با MA. نیروهای افقی FX هست، مؤلفه افقی نیروی F و FK هست که خلاف جهت حرکت داره به جسم اعمال نیرو میکنه، از حرکتش جلوگیری میکنه. FX 100 ضرب در کسینوس 37 درجه یعنی میشه 80 ضرب در 4 متر جابجایی میشه 320 جول. اما کار نیروی استحکاک، نیروی استحکاک بستگی داره چه نیرویی از طرف جسم به سطح اعمال میشه. نیرویی که داره الان ما حساب میکنیم عکس العمل سطحه، که مساوی همون نیرویی هست که جسم به سطح اعمال میکنه. N اهمیت داره به خاطر اینکه همون نیرویی است که جسم به سطح اعمال میکنه. برای استحکاک حساب کردن به دست میاریم N به علاوه FY مساوی با MG. از وزنش کم نکرده، از نیرویی که جسم به سطح اعمال میکنه FY داره کم میکنه. وقتی ما یه جسم و یه نیرویی به سمت بالا بهش اعمال میکنیم، اثری که جسم روی سطح میذاره، فشاری که وارد میکنه کمتر میشه، چون نیرویی که اعمال میکنه کمتر میشه. 80 منهای 100 ضرب در 6 دهم FY 100 ضرب در سینوس 37 درجه است. نیروی واکنش سطح میشه 20 نیوتن. نیروی واکنش سطح ضرب در موکا میشه نیروی استکاک، ضرب در جابجایی میشه کار نیروی استکاک که میشه منفی 16 جول. WT کار نیروهای برایند وارد بر جسم، WF به علاوه WFK به علاوه WMG به علاوه WFY به علاوه WMG. اما WN و FY و MG به خاطر اینکه عمودن بر راستای جابجایی صفرن، فقط WF به علاوه WFK که میشه 320 منهای 16304 جول. این تمرین توپی 400 گرمی را با سرعت 10 متر بر ثانیه در راستای قائم به طرف بالا پرتاب میکنیم. اگر کل کار نیروی مقاومت هوا در رفت و برگشت 2 جول باشد، سرعت توپ در برگشت به محل پرتاب اولیه چند متر بر ثانیه است؟ اگر 2 جول کار نیروی مقاومت هوا هست که داره در رفت مقاومت میکنه از این که جسم با سرعت 10 متر بر ثانیه به حرکت خودش ادامه بده، یعنی داره همراستا با وزنش که به سمت پایین داره مقاومت میکنه از این که حرکت جسم ادامه پیدا کنه، بر جسم اعمال میشه. و وقتی به سمت پایین برمیگرده جسم، نیروی مقاومت هوا رو به بالا داره بر جسم اعمال میشه، مثل استحکاکی که روی سطح افقی بر جسم در مقابل حرکت هست. نیروی مقاومت هوا هم چه برای رفت چه برای برگشت در مقابل جهت حرکت جسم اعمال میشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه،
وقتی جسم ما پرتاب میکنیم دیگه ما بهش نیروی اعمال نمیکنیم. تنها نیروهایی که داره بهش اعمال میشه نیروی وزن هست که به سمت پایینه و نیروی مقاومت حواست که داره ازش جلوگیری میکنه. سوال: پس چرا داره به حرکت خودش ادامه میده اگر هر دو نیرو به سمت پایینه؟ حرکتش هم شتاب داره. برایند نیروهایی که وارد بر جسم داره میشه مگه نیستش مساوی ام آ؟ این خیلی سوال دقیقیه. ام ضرب در آ، هر دو هم به سمت پایینه، حرکت داره به سمت بالا اتفاق میفته، شتابش منفیه. نکته اساسی اینه ام ضرب در آ درسته مساوی با برایند نیروهاست، اما آ میتونه شتاب منفی باشه و شتاب منفی یعنی چی؟ یعنی به سمت پایین. پس همجهت با برایند نیروها هم هست، یعنی علاوه بر این که نیروی در جسمی که پرتاب میشه ما اعمال نمی کنیم، بلکه MG و نیروی مقاومت هوا شتاب منفی داره به جسم اعمال میکنن. بنابراین قانون دوم نیوتن همچنان صدق میکنه. اما به ما گفته سرعت توپ در هنگام برگشت به محل اولیه. اگر مقاومت هوایی نبود، ما از سینماتیک حرکت پرتاب به سمت بالا، حرکت قائم میدونیم، همون سرعتی که پرتاب میکنیم میره به یه ارتفاعی، سرعتش صفر میشه، برمیگرده با همون سرعتی که پرتاب کردیم به محله اولیه. اما وقتی که مقاومت هوا وجود داره، وقتی ما پرتاب میکنیم یه انرژی تا برسه به ارتفاع اوجش ازش گرفته میشه، بنابراین وقتی برمیگرده همین مسیر رو با سرعت کمتری نسبت به سرعت اولیه به مبدأ میرسه. ما از قضیه کار و انرژی استفاده میکنیم، میگیم دلتا کا تغییرات انرژی جنبشی برابر است با کار نیروهای برایند. تمام نیروهایی که در این مسئله وجود داره نیروی وزن و نیروی مقاومت هوا، کار هر دو هم میتونیم حساب کنیم، برایندگیری کنیم، مساوی با تغییرات انرژی جنبشی قرار بدیم. بنابراین بهترین راه همین هست، بگیم 1/2 MV دو منهای 1/2 MV صفر دو مساوی با WT. اما WT چجوری به دست بیاد؟ ما حرکت رو دو قسمت میکنیم. حرکت از ابتدا تا میرسه به ارتفاع اوج، نیروی وزن WMG کارش به این صورت حساب میشه. MG به سمت پایینه، تا برسه به ارتفاع اوج یعنی جابجایی به سمت بالا، زاویه بین MG و H نیرو و جابجایی 180. بنابراین منفی MGH میشه کار نیروی وزن تا رسیدن به ارتفاع اوج. برای برگشت MG به سمت پایین، جابجایی به سمت پایین، زاویه بین نیرو و جابجایی صفره. پس یه WMG داریم، یه منفی WMG میشه صفر. منهای دویی که گذاشتم برای چیه؟ کار نیروی مقاومت هوا، تغییرات انرژی جنبشی مساوی با کار برایند. کار برایند یعنی چی؟ یعنی مجموع کارها. WMG و منهای WMG که ساده شدن، فقط منفی 2 جول برای کار نیروی مقاومت هوا موند. 1/2 ضرب در 14 400 گرم رو به کیلوگرم تبدیل کردم. ضرب در وی دو منهای 1/2 ضرب در 14 ضرب در 10 به توان 2 مساوی منفی 2. از اینجا وی به دست میاد، رادیکال 90 متر بر ثانیه. اما مبحث اصلی این قسمت، پایستگی انرژی. انرژی از بین نمیره،
بلکه از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. وقتی هم داره کاری انجام میده یا اون کار گرمایی ایجاد میکنه که به انرژی گرمایی تبدیل میشه یا حرکتی ایجاد میکنه که به انرژی جنبشی تبدیل میشه. E1 انرژی مکانیکی جسم در حالت اولیه است. E2 انرژی مکانیکی جسم در حالت ثانویه است. چون این مسئله نیروی مقاومت وجود داره، داره کار انجام میده، انرژی مکانیکی یه مقداری تلف میشه. پس E2 منهای E1 برابر با انرژی که تلف میشه. اگر تلف شدنی در کار نبود، یعنی انرژی به صورت گرما یا غلبه بر مقاومت هوا از بین نمی رفت، E1 مساوی E2 یعنی انرژی مکانیکی اولی و ثانویه باقی میموند. حتی وقتی که ما تلف شدن انرژی رو داریم، اصل بقای انرژی وجود داره. E2 منهای E1 مساوی با WFK کار نیروی مقاومت هوا، E2 مساوی با E1 علاوه بر WFK هست. همچنان یه مقداری از انرژی صرف علاوه بر نیروی مقاومت هوا شده. از اونجایی که انرژی مکانیکی شامل انرژی پتانسیل و انرژی جنبشیه، در ابتدا که ما مبدأ پرتابه 1/2 MV1/2 داریم، MGHمون انرژی پتانسیلمون صفره. ثانویه هم همینجور میرسه به مبدأ، باز انرژی پتانسیل ثانویه هم صفره. انرژی جنبشی داریم مساوی قرار میدیم با -2، یعنی قضیه کار و انرژی با اصل پایستگی انرژی به یه صورت سوال در اومد اینجا. چون انرژی پتانسیل نداشتیم، تغییرات انرژی جنبشی برابر شد با کار نیروی مقاومت هوا که همون انرژی تلف شده است. ما انرژی که به صورت مطلوب ما نیست تلف شده در نظر میگیریم. برای همین به نظر میاد که مثلا اصل بقای انرژی وجود نداره، در صورتی که اگر انرژی تلف شده هم در نظر بگیریم که به صورت گرما هست، در خیلی از مسائل اون سبب میشه که باز اصل بقای انرژی وجود داشته باشه. انرژی صورت‌های مختلفی داره. انرژی که ما در زندگی روزمره بدنمون استفاده می‌کنه از انرژی نهفته شده در مواد غذایی که در سازوکارهای سلولی این انرژی ذخیره شده که انرژی شیمیایی هست، به انرژی گرمایی برای تامین گرمای بدن ما، به انرژی مکانیکی توسط سلول ها برای حرکت تبدیل میشه. گفتیم تقریبا چقدره؟ بدن یک نفر هیچ حرکتی از صبح تا شب 24 ساعت انجام نده. برای همین کارهایی که بدن از جمله تامین دماش انجام میده، تقریبا به اندازه یه لامپ 100 واتی که 24 ساعت روشن باشه، یعنی 100 جول در یک ساعت. چون انرژی که برای تجهیزات الکتریکی استفاده میشه وات بر ساعت. WFK مساوی -2 جول. 1/2 MV2 منهای یک. چرا منهای یک گذاشتم؟ گفتم یک جول برای رفت، یک جول برای برگشت صرف مقاومت هوا میشه. میتونم ارتفاع اوج رو پیدا کنم. به چه صورت؟ بگم 1/2 MV2 منهای یک انرژی جنبشی منهای یک جول که بشه مساوی MGH انرژی پتانسیلی که در جسمی که پرتاب کردیم ذخیره میشه. از اینجا H در میاد 19.4 متر. بعد این ارتفاع که رسیده سرعت صفر شده، انرژی جنبشی نداره،
انرژی پتانسیل منهای 1 مساوی با انرژی جنبشی در مبدا. میتونم سرعت ثانویه رو به این ترتیب پیدا کنم که راه خیلی طولانیه، فقط برای اینکه ببینیم به همون رادیکال 90 متر بر ثانیه میرسیم. با دونستن قضیه پایستگی انرژی مکانیکی، حتی تمرین هایی که مربوط به سینماتیک حرکت پرتابی بود هم میتونیم تا اندازه زیادی برخیشون رو جواب بدیم. از بالای یک بلندی به ارتفاع 40 متر جسمی به جرم 0.2 کیلوگرم رو با سرعت 10 متر بر ثانیه تحت زاویه 37 درجه نسبت به افق پرتاب میکنیم. اگر از مقاومت صرف نظر شود، مقاومت هوا، سرعت جسم در لحظه برخورد با زمین چند متر بر ثانیه است؟ ما اینجا یه حرکت پرتابی رو داریم که مسیر جسمم به این صورت هست که مثل یه تپه‌ای که میره بالا بعد به سمت پایین برمیگرده. اگر می‌خواستیم بدونیم موقع برگشت در ارتفاع 40 متری سرعتش چقدره، همون 10 متر بر ثانیه بود. اما اینجا گفته سرعت جسم در لحظه برخورد با زمین. اصل پایستگی انرژی مکانیکی چی میگفت؟ E1 مساوی با E2. E1 چیه؟ مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل در نقطه 1. وقتی ما داره پرتاب میکنیم انرژی جنبشی داریم، چون از ارتفاع 40 متر هست بنابراین انرژی پتانسیل که برابر با MGH هست. انرژی پتانسیل گرانشی همون انرژی است که جسم به سبب ارتفاع خودش داره. وقتی ما میخواییم یه جسم رو از ارتفاع صفر مبدأ برسونیم به ارتفاع 40 متر، یه کاری باید انجام بدیم، یه جابجایی باید انجام بدیم در راستای عمودی. 40 متر باید جابجا کنیم وزن جسمو. نیروی وزن جسم داره در راستای عمودی 40 متر جابجا میشه. این به عنوان انرژی پتانسیل در جسم ذخیره میشه. وقتی ما دستمون رو باز کنیم این جسم رها میشه، به سمت پایین میاد، سرعت میگیره، میرسه به زمین، بیشترین سرعت رو داره. انرژی جنبشیش در لحظه رسیدن به زمین ماکسیموم انرژی پتانسیلش صفره، برابر با همون انرژی پتانسیلی هست که ما در ارتفاع 40 متری برای جسم در نظر میگیریم. وسط مسیر یا نقاط دیگه مسیر ما هم انرژی پتانسیل داریم، هم انرژی جنبشی داریم، چون هم جسم در یه ارتفاعی به سبب اون ارتفاع انرژی پتانسیل داره، هم داره یه سرعتیه. اما در زمانی که ما هنوز رها نکردیم انرژی جنبشیش صفره، وقتی به سطح زمین میرسه انرژی پتانسیلش صفره. اما برای حل این مسئله ما دو نقطه رو در نظر میگیریم. اون دو نقطه مهم برای ما نقطه ابتدا و نقطه انتهاه. هر دو نقطه دیگه ای رو در نظر بگیریم باز میتونیم براش E1 مساوی E2 رو بنویسیم، اما اطلاعات باید داشته باشیم از ارتفاع و سرعت. برای ابتدا ما میتونیم E1 رو حساب کنیم، چون هم سرعت رو داریم هم ارتفاع رو داریم. برای نقطه B که سطح زمین هست، میدونیم سطح زمین دیگه انرژی پتانسیل گرانشی نداره، به سطح زمین رسیده. یه سوال مهم، جسمی که روی میز ما قرار داره انرژی پتانسیل داره یا نه؟ میگید داره. پس چرا حرکت نمی کنه؟ چون میز ما نمیذاره این انرژی پتانسیلش آزاد بشه. نیرو داره اعمال میشه، نیروی وزن به جسم، اما نیروی عکس‌العمل سد داره اونو خونسا میکنه، نمیذاره جسم بیفته. وقتی میز نباشه
به سمت پایین حرکت میکنه، انرژی پتانسیلش رو آزاد میکنه. اینجا EA رو مساوی با EB قرار میدیم، چون نیروی مقاومتی هم در کار نیست دیگه، کامل هرچی انرژی بوده از صورت جنبشی به پتانسیل یا جنبشی ثانویه تبدیل میشه. 1/2 MVA به توان 2 انرژی جنبشی در نقطه A به علاوه MGHA انرژی پتانسیل در نقطه A مساوی با 1/2 MVB2 انرژی جنبشی در نقطه B به علاوه MGHB. HB رو چون 0 هست دیگه انرژی پتانسیل در نقطه B رو 0 گذاشتم. جرم جسم بر حسب کیلوگرم 0.2 کیلوگرم ضرب در 10^2 به علاوه 0.2 ضرب در 10 ضرب در 40. این مال انرژی مکانیکی در نقطه A مساوی قرار میدیم با 1/2 MVB2. VB در میاد سی متر بر ثانیه. تمرین بعدی گفته در شکل مقابل گلوله آونگ را از نقطه A رها میکنیم. یه گلوله‌ای که به یه ریسمانی وصل باشه، از یه نقطه آویزون باشه، این حرکت رفت و برگشت میگن حرکت آونگی. سرعت گلوله هنگامی که از نقطه B عبور میکند چند متر بر ثانیه است. طول نخ آونگ 90 سانتی متر است. میدونیم اصل پایستگی انرژی وجود داره. جسم از نقطه A رها میکنیم، به نقطه B که نقطه تعادل جسم هست میرسه. بعد ادامه مسیر میده، به نقطه قرینه A میرسه. نیروی مقاومتی، یعنی نیروی مقاومت هوا در کار نباشه، این حرکت پاندولی و آونگی رفت و برگشت رو ادامه میده. اما اگر میرا باشه، یعنی نیروی مقاومتی داشته باشیم در مقابل این حرکت، کم کم دامنه این حرکت کم میشه و بعد در وضع تعادل یعنی B میسته. اما اینجا که نگفته نیروی مقاومتی در کار هست، ما فرض میکنیم نیروی مقاومتی در کار نیست. وقتی رها میکنیم یعنی بدون سرعت اولیه، یعنی انرژی جنبشی اولیهش صفره. درسته وقتی رها میکنیم سرعت به دست میاره، اما همون ابتدا انرژی جنبشیش صفره. چه انرژی داره؟ MGH انرژی پتانسیل داره. انرژی پتانسیلش چجوری حساب میشه؟ ارتفاع از سطح زمین. اما اگر ما بخوایم راحت تر کنیم، همون انرژی پتانسیل گرانشی که در آ وجود داره یه مقدار کمتر در B وجود داره، چون ارتفاع A بیشتره، انرژی پتانسیل در A یه مقدار بیشتر از Bه. اما ارتفاعی که هر دو از سطح زمین دارند میتونیم مبدأ رو B در نظر بگیریم، انرژی پتانسیل B رو صفر در نظر بگیریم، انرژی پتانسیل A رو انرژی پتانسیل B به علاوه اختلاف ارتفاعی که A از B داره. وقتی جسم رو به بالا میاریم انرژی پتانسیل درش ذخیره میشه. A الان یه ارتفاعی از سطح زمین داره، B هم یه ارتفاعی از سطح زمین داره. اگر ارتفاعی که بی موقعیت بی از سطح زمین داره رو H در نظر بگیریم، ارتفاعی که موقعیت A از سطح زمین داره H به علاوه یه مقداریه. اون یه مقدار برای ما اهمیت داره، چون همون مقدار سبب میشه انرژی
جنبشی ایجاد بشه و سرعت رو ما در بی بتونیم به دست بیاریم. اما به چه صورت اختلاف ارتفاع موقعیت آ و بی رو به دست بیاریم؟ از مثلثات استفاده می کنیم. طول نخ آونگ رو داده 90 سانتی متر. اگر از موقعیت آ، چون جسم یه دونه است، داره حرکت میکنه، از موقعیت آ میره به بی. اگر از آ عمود کنم بر ریسمان در حالت تعادل، یه مثلث قائم الزاویه ایجاد میشه. یه زاویه 60 درجه است. کوسینوس 60 درجه میشه ضلع مجاور به وتر. بذارید رسم کنم. پس ما یه جسمی داریم، وقتی که رها کنیم تحت اثر وزن خودش در حالت تعادل در نقطه B قرار داره. اینو میکشیم تا موقعیت A نگه میداریم، از موقعیت A رها میکنیم. موقعیت A موقعیتی است که زاویه 60 درجه رو نسبت به حالت تعادل ایجاد کرده. طول ریسمان 90 سانتی متر یا 9 دهم متره. برای سینوس کوسینوس اهمیتی نداره تبدیل واحدا، اما برای حساب کردن فرمول های فیزیک حتما باید در SI باشه. اختلاف انرژی پتانسیل موقعیت A و B MGH. یه بار دیگه، انرژی پتانسیل داره نقطه آ؟ بله، چون از سطح زمین ارتفاع داره. انرژی پتانسیل داره نقطه بی؟ بله. اما انرژی پتانسیل آ و بی اختلافشون با همدیگه چقدره؟ به اندازه‌ای که ارتفاع اچ به انرژی پتانسیل آ اضافه کرده. آ مقدار اچ، ارتفاع بیشتر از بی داره، بنابراین ام جی اچ انرژی پتانسیل بیشتری نسبت به بی داره. اما اچ رو چجوری به دست بیارم؟ گفتم از آ عمود میکنم بر ریسمان در حالت تعادل که همون موقعیت بی هست. کوسینوس 60 درجه میشه x تقسیم بر 90 ضلع مجاور به وتر. x در بیاد 45 سانتی متر، 90 منهای 45 سانتی متر میشه h که همون 45 سانتی متر میشه. انرژی مکانیکی آ با انرژی مکانیکی بی برابره. اگر میگفت مقاومت هوا هم داریم، اون وقت می نوشتم ای بی منهای ای آ مساوی با همون کار نیروی مقاومت هوا که توی مسئله دیدیم کار نیروی مقاومت هوا رو داده بود منفی 2 جول. اگر میگفت 2 جول، باز ما باید منفی 2 جول می داشتیم. کار نیروی مقاومت چه استکاک باشه چه مقاومت هوا باشه منفیه. اما اینجا که نیروی مقاومتی در کار نیست، ای آ مساوی با ای بی هست، 1/2 ام وی آ به توان 2 به علاوه ام جی اچ آ مساوی با ام جی اچ بی به علاوه 1/2 ام وی بی به توان 2. انرژی مکانیکی در آ مساوی با انرژی مکانیکی در بی. رها میکنیم، بنابراین وی آ صفره، 1/2 ام وی آ به توان 2 هم صفره. میرسه به نقطه بی، گفتیم مبدا در نظر میگیریم، بنابراین ام جی اچ بی صفر. یا نه اینجوری بگیم 1/2 ام وی بی به توان 2 مساوی ام جی در پرانتز اچ آمن های اچ بی. اچ آمن های اچ بی همون اچی هست که ما به دست آوردیم، 45 سانتی متر که باید تبدیل کنیم به متر. اختلاف انرژی پتانسیل نقطه آ و بی تبدیل شده به انرژی جنبشی در نقطه بی.
وسط مسیرشون هم مقداری انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی داشتن، اما میرسه به نقطه B کامل این انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی که ماکسیموم سرعت هست تبدیل میشه. بعد از نقطه B میره به سمت بالا، باز ما این تبدیل انرژی رو داریم. تمرین مشابه مطابق شکل گلوله آونگ را از نقطه آ رها می کنیم. در هر یک از حالت های زیر سرعت گلوله در نقطه B را با استفاده از اصل پایستگی انرژی مکانیکی به دست آورید. جرم مداد 0.2 کیلوگرم، از جرم میله آونگ هم گفته صرف نظر کنیم. الف وقتی از مقاومت هوا صرف نظر شود، ب در ضمن حرکت از آ تا B 2 جول انرژی صرف غلبه بر مقاومت هوا شود. به نظرتون در قسمت الف سرعت بیشتره در نقطه B یا در قسمت B که سرعت با وجود نیروی مقاومت هوا هست؟ میگید در قسمت الف بیشتره، چون دیگه انرژی صرف مقاومت هوا نشده، تماماً اومده تبدیل شده به انرژی جنبشی و یه مقداری هم چون ارتفاع پیدا کرده تا بی رفته صرف انرژی پتانسیل هم شده. اگر مقاومت هوا نباشه ما گلوله رو در آ که رها کنیم مسیر رو طی میکنه، میرسه به تعادل یعنی به سمت پایین ادامه میده، میرسه به قرینش در سمت راست. سوال میگید پس چرا تا بی گفته در قسمت الف میتونه حرکت ادامه پیدا کنه؟ درسته، اگر تا نقطه مقابل آ حرکت میکرد که به سرعت صفر میرسید. دیگه چی رو میخواستیم به دست بیاریم؟ ما وسط مسیر سرعت داریم، یکی از اون نقاط وسط مسیر میتونه نقطه بی باشه که زاویه 60 درجه با حالت تعادله گلوله آونگ داره. به چه صورت به دست بیاریم؟ میگیم طبق اصل پایستگی انرژی مکانیکی ای آ یعنی انرژی مکانیکی در نقطه آ برابر است با انرژی مکانیکی در نقطه بی. چون مقاومت هوا نداریم این ای آ مساوی با ای بی رو نوشتیم، اما برای حالت بی باید بگیم انرژی پتانسیل در حالت ثانوی یعنی ای بی منهای ای آ مساوی با منفی 2 جول. آیا اشکالی داره بگیم ای آ منهای ای بی مساوی با 2؟ نه، در یه منفی ضرب کنیم دو طرفو. مهم اینه انرژی جنبشی اولیه به علاوه انرژی پتانسیل اولیه که میشه انرژی مکانیکی در مجموع بیشتر از حالت ثانوی است، چون 2 جول صرف انرژی غلبه بر هوا شده. پس این 2 جولی که صرف غلبه بر مقاومت هوا شده دیگه توی انرژی مکانیک بی نیست. سوال مهم دیگه، این انرژی هایی که تلف میشه یعنی از بین میره؟ نه، به گرما تبدیل میشه. مگه وقتی که ما یه جسمی رو هول میدیم انرژی صرف نمی کنیم؟ میگید این انرژی پس کجا میره؟ انرژی صرف گرما میشه، گرمای بدن ما بسیار زیاد میشه. این عرقی که ما میکنیم پس از کجا به دست میاد؟ از گرمایی که کسب میکنه، از سوخت و سازی که داره اتفاق میفته. ما وقتی که در قسمت کار گفتیم کار انجام نمیشه، گفتیم انرژی در داخل سلول ها داره اتفاق میفته، اون کاری که بر روی جسم هست اتفاق نمیفته، وگرنه کار داخل سیستم بدن ما داره اتفاق میفته. برای چی انرژی داره صرف میشه؟ صرف انرژی درونی میشه. انرژی درونی هم به دما بستگی داره. اما برای حل این مسئله
ما انرژی مکانیکی در نقطه رها کردن، یعنی آ رو مساوی با انرژی مکانیکی در نقطه B که سرعت و خاصه قرار میدیم. مهمترین قسمت این مسئله به دست آوردن انرژی پتانسیل در نقطه Bه. با استفاده از مثلثات دیدیم به چه صورت باید ارتفاعی رو که آونگ پیدا میکنه از حالت تعادل پیدا کنیم. حالت تعادل رو انرژی پتانسیل صفر در نظر میگیریم، نه اینکه انرژی پتانسیل واقعی نقطه تعادل صفر باشه. ما همونطور که دیدیم تفاوت انرژی پتانسیل اهمیت داره برای ما، چون این تفاوته که تبدیل میشه به انرژی جنبشی. اگر در نظر بگیریم طول ریسمان 20 سانتی متر، میگیم ارتفاعی رو که B نسبت به تعادل پیدا میکنه میخوایم به دست بیاریم. میگیم کوسینوس 60 درجه مساوی با ضلع مجاور تقسیم بر وتر که 20 سانتی متر، میشه 1/2 ضرب در 20، 10. بعد 10 رو از 20 کم کنیم، ارتفاع بالا اومدن B از وضع تعادل میشه 10 سانتی متر. MGHA مساوی با MGHB به علاوه 1/2 MVB 2، چون رها کردن بوده 1/2 MVA آب توان 2 صفره. اما خط میخوره جی دبتر HA، جی ده HA هم 20 سانتی متر میشه 2/10 متر مساوی با جی دبتر HB، 10 دبتر 1/10 10 سانتی متر میشه 1/10 متر به علاوه 1/2 VB به توان 2، 1/2 دبتر VB به توان 2. اینجا ویه بی در میاد رادیکال 2 متر بر ثانیه، تقریبا 1/14 متر بر ثانیه. توی نقطه بی سرعت اینه که ادامه میده به حرکتش تا میرسه به نقطه مقابل آ در سمت مقابل آ. اونجا دوباره همه انرژی جنبشی تبدیل میشه به پتانسیل و این حرکت رفت و برگشت در صورتی که مقاومت هوا نباشه ادامه داره. اما میدونیم هم مقاومت هوا وجود داره هم استکاکی که ریسمان داره با اون نقطه تکیه‌گاه. اما در قسمت B گفته مقاومت هوا دو جور کار انجام میده، بنابراین تفاوت انرژی مکانیکی در نقطه B تا نقطه A دو جور کاسته شدن هست. ای دو منهای ای یک که همون ای بی منهای ای A هست میشه منفی 2 جول. منفی میذاریم چون انرژی مکانیکی در نقطه B 2 جول کمتر از نقطه A هست. طول ریسمان 20 متر. میگی چرا 20 سانتی متر شد 20 متر؟ در اصل طول ریسمان برای قسمت الف هم 20 متر بود. 1/2 MVB به توان 2 به علاوه MGHB منهای MGHA مساوی منفی 2، همون عملیاتی که برای به دست آوردن سرعت در نقطه B داشتیم اما با فرض اینکه E B منهای E A میشه منفی 2 انجام میدیم. 1/2 ضرب در 2/10 میشه 1/10 ضرب در V B به توان 2 میشه 1/10 V B 2 به علاوه 2/10 ضرب در 10 ضرب در 10. این M G H B M G H A 2/10 ضرب در 10 ضرب در 20.
که میشه 2 دهم ضرب در 10، 2 ضرب در 20 میشه 40. وی بی به توان 2 میشه 18 تقسیم بر 1 دهم که میشه 180، که 180 رو می نویسیم 36 ضرب در 5، 36 رادیکالش میشه 6، میشه 6 رادیکال 5 متر بر ثانیه. بذارید با همون طول ریسمان 20 متر قسمت الف هم حل کنیم، یعنی ای آ مساوی با ای بی با فرض اینکه مقاومت هوا نیست، اصل پایستگی انرژی در نقاط مختلف حرکت با هم برابرند. میشه 1/2 وی بی به توان 2 اما ساده میشه از دو طرف. 10 ضرب در اچ بی میشه 10 متر. 1/2 20 متر. میبینیم که وی بی در حالتی که مقاومت هوا نیست رادیکال 200، در حالتی که مقاومت هوا هست رادیکال 180. باید هم همین طور باشه چون انرژی کمتری داره وقتی مقاومت هوا هست. تمرین بعدی میگه جسمی به جرم 3 کیلوگرم مطابق شکل روی سطح شیبدار بدون استکاکی از نقطه آ رها می شود و به نقطه B می رسد. اگر طول AB 8 متر باشد مطلوب است الف کار نیروهای وارد بر جسم، B سرعت جسم در نقطه B. یه نکته، اگر به ما یه سطح شیبدار بدن و دو نقطه از اون رو مشخص کنند، ما اون دو نقطه رو که روی سطح شیبدار هست میتونیم یه سطح شیبدار در نظر بگیریم ابتدا و انتهاش رو. اما اینجا ابتدا و انتهای سطح شیبدار رو آ و ب به ما داده، میتونست نقطه B وسط این سطح شیبدار باشه، اون وقت میگفتیم از آ تا وسط سطح شیبدار یه سطح شیبداری هست و همون عملیاتی که اینجا انجام میدیم اونجا هم انجام میدادیم. اولین کاری که باید بکنیم رسم شکل هست. نیروهایی که داره بر جسم اعمال میشه، یکی نیروی وزنه یکی نیروی سطح. نیروی سطح یا نیروی واکنش سطح روی سطح شیبدار برایند نیروی اصطکاک و نیروی عمودی سطح، که چون اینجا نیروی اصطکاک نداریم نیروی واکنش سطح تنها نیروی هست که از طرف سطح به جسم وارد میشه. روی سطح افقی نیروی واکنش سطح یا نیروی عمودی سطح برابر با وزنه، اما اینجا چون سطحمون سطح شیب داره نیروی واکنش سطح mg کوسینوس تتاست، یعنی 3 ضرب در 10 ضرب در کوسینوس 30 درجه. ارتفاع سطح شیبدار از آ تا B رو با استفاده از مثلث سینوس 30 درجه مساوی h تقسیم بر طول سطح شیبدار 8 متر است، بنابراین h میشه 4 متر. انرژی مکانیکی در نقطه آ با انرژی مکانیکی در نقطه B برابره. اگر پتانسیل گرانش رو در نقطه B صفر در نظر بگیریم، یعنی تمام انرژی پتانسیل گرانشی نقطه آ به انرژی جنبشی در نقطه B تبدیل میشه، وی بی میشه رادیکال 2 جی اچ آ. 2 ضرب در 10 ضرب در
4 که میشه رادیکال 80، که اگر 80 رو بنویسیم 16 ضرب در 5 میشه 4 رادیکال 5 متر بر ثانیه. به جرم جسم بستگی نداره. دیدیم تو حرکت قائم وقتی که جسم رو رها میکردیم صرف نظر از جرم با هم دیگه جرم سنگین و جرم سبک بر زمین میرسیدن. همون لوگویی که برای درس فیزیک قرار دادم، نیوتن یه دستش سیبه، یه دستش یه کاغذه. اگه مقاومت هوا نباشه، یعنی در خلا باشه، هر دو با هم به زمین میرسن. کار نیروهای وارد بر جسم WT میشه کادو منهای کایک، یک دوم M V B به توان دو منهای صفر انرژی جنبشی در لحظه رها شدن در نقطه آ صفره، میشه یک دوم ضرب در 3 ضرب در 80 میشه 120 جول. تمرین بعد گفته مطابق شکل جسمی به جرم 4 کیلوگرم از بالای تپه‌ای رها شده و با سرعت 6 متر بر ثانیه به پایین تپه میرسد. کار نیروی وزن جسم در طول مسیر آب را به دست آورید. ب. کار نیروی اصطکاک را در طول مسیر آب به دست آورید. پس تو قسمت الف نیروی اصطکاک هم وجود داره و احتمال میدیم با سرعت 6 متر بر ثانیه بیشتر میشد اگر نیروی اصطکاک نبود. یه زمان هست به ما میگه کار نیروهای وارد بر جسم در طول این حرکت به دست بیاره، یعنی WT مثل سوال قبل. یه زمان هست میگه کار تک تک نیروهایی که وارد بر جسم هست رو به دست بیارید، که اگر تو این تمرین باشه یه نیروی وزن داریم، یه نیروی اصطکاک. نیروی وزن روی سطح شیبدار mg سینوس تتاه که طول سطح شیبدار رو به دست می آوردیم با استفاده از مثلثات در راستای جابجایی، یعنی همون طول سطح شیبدار ضرب می‌کردیم، میشد کار نیروی وزن. که همون MGH میرسیدیم. ما برای حل قسمت الف میتونیم از قضیه کار و انرژی استفاده کنیم، بگیم WT کار برایند، یعنی کل کار، برابر است با تغییرات انرژی جنبشی، یعنی یک دوم ام وی بی به توان دو منهای یک دوم ام وی آ به توان دو. یا بیایم از اصل پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کنیم، بگیم ای آ انرژی مکانیکی در نقطه آ مساویه با انرژی که صرف غلبه بر اصطکاک میشه به علاوه انرژی مکانیکی در نقطه B. این انرژی که صرف غلبه بر نیروی اصطکاک میشه مثبت در میاد. اگر از فرمول ای بی منهای ای آ بنویسیم منفی در میاد، اون میشه کار نیروی اصطکاک. پس اگه بنویسیم ای آ مساوی با انرژی که برای غلبه بر نیروی اصطکاک است به علاوه یه انرژی مکانیکی در نقطه B، خب این انرژی که برای غلبه بر نیروی اصطکاک هست مثبته. از این جهته که اینجا مثبته، چون انرژی هر ستا. اما وقتی می نویسیم ای بی منهای ای آ مساوی با کار نیروی اصطکاک، کار نیروی اصطکاک منفیه، چون در خلاف جهته جا به جایی داره انجام میشه. اونی که معمول هست و در کتاب درسی هم نوشته میشه اینه که بگیم انرژی مکانیکی در نقطه B منهای انرژی مکانیکی در نقطه A مساوی با کار نیروی مقاوم، که اگر در پرتاب یک شی به سمت هوا یا از بالا به سمت پایین باشه، این نیروی مقاومتی که در مقابل حرکت نیروی مقاومت هوا اگر روی سطح باشه، چه سطح شیبدار چه سطح افقی، نیروی اصطکاکه که کارش منفیه.
انرژی مکانیکی در نقطه B کمتر از انرژی مکانیکی در نقطه A هست وقتی که ما نیروی استکاک داریم. این نیروی استکاک هم گفتیم سبب میشه انرژی مکانیکی تبدیل بشه به یه انرژی دیگه. بنابراین همچنان اصل پایستگی انرژی وجود داره. وقتی یک شی با سرعت به دیوار میخوره انرژیش به چی تبدیل میشه؟ میگید از بین میره. از بین میره معنیش این هست برای ما که به صورت مطلوب ما که هر چی باشه، که حرکت ادامه پیدا کردن باشه، چه برگشتن عقب باشه، شاید رخ نده. اما به چه صورت در میاد؟ صدا، صدایی که ما از برخود میشنویم یه انرژی نیاز داره، و همچنین گرما، و همچنین تغییراتی که هم روی دیوار هم روی اون جسم از لحاظ تغییر فرم و شکلی که پیدا میکنن ایجاد میشه. اما برای حل این مسئله باز ما ابتدا شکل رو رسم میکنیم. سطحش دیگه سطح صاف نیست، یه سطحی هستش که جسم روش حرکت انجام میده. دیدیم توی حرکت جسم از بالای سطح شیبدار تا پایین سطح شیبدار، اون چیزی که اهمیت داره برای کار نیروی وزن ارتفاعی هست که جسم از دست میده یا به دست میاره، که اینجا چون داره به سمت پایین میاد ارتفاع از دست میده. کار نیروی وزن میشه MGH. ارتفاعی که از دست میده از A تا B 3 متره. وزن جسم 4 کیلوگرمه، میشه 4 ضرب در 10 ضرب در 3، 120 جول. اما این 120 جول تا برسه به B داره از انرژی پتانسیل کاسته میشه به انرژی جنبشی، یعنی سرعت اضافه میشه تا به V B میرسه 6 متر بر ثانیه. استکاک وجود داره. بخوایم استکاک رو به دست بیاریم میتونیم از اصل پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کنیم. اگر بخوایم کار برایند رو به دست بیاریم میگیم WT مساوی کادو منهای K1. کادو چی؟ انرژی جنبشی در نقطه B، 1/2 ضرب در 4 ضرب در 6 به توان 2 که میشه 72 جول. قضیه کار و انرژی چی میگه؟ میگه برایند کارها برابر است با تغییرات انرژی جنبشی. 120 جول کار نیروی وزنه، به علاوه کار نیروی استکاک مساوی با 72 کار نیروی استکاک در میاد منفی 48 جول. از اصل پایستگی انرژی مکانیکی هم استفاده کنیم، ای بی منهای ای آ برابر با کار نیروی استکاک که میشه 72 منهای 120 مساوی منفی 48 جول. تمرین مشابه، جسمی به جرم 2 کیلوگرم روی سطح شیبدار قرار میدهیم. شتاب جسم 2 متر بر مجدور ثانیه است که وقتی به سمت پایین داره حرکت میکنه و این شتاب ثابته. طول مسیر طی شده روی سطح شیبدار 3 متره. کار نیروی استکاک در اینجا به جایی چند جول است؟ آیا ما میتونیم از سینماتیک استفاده کنیم و سرعت رو بعد از 3 متر به دست بیاریم؟ بله. وقتی میگه شتاب 2 متر بر مجدور ثانیه است، یعنی در طول این حرکت 3 متر ما این شتاب رو داریم. کلمات خیلی اهمیت داره در حل مسئله فیزیک. وقتی میگه قرار میدهیم یعنی سرعت اولیه صفر تحت اثر نیروی وزن MG سینوس تتا به سمت پایین با شتاب 2 متر بر مجدور ثانیه 3 متر طی میکنه. اگر بگه روی سطح شیبدار پرتاب میکنیم،
پرتابم یعنی موادی سطح شیبدار پرتاب میکنیم، اون وقت سرعت اولیه داره. ولی وقتی میگه قرار میدهیم، یعنی تحت اثر نیروی وزنش داره با این شتاب به سمت پایین حرکت میکنه. سرعت اولیه صفره اما حرکت شتاب داره. ما برای اینکه از اصل پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کنیم نیاز داریم بدونیم VB چنده. VB رو بخوایم به دست بیاریم میتونیم از سینماتیک استفاده کنیم، بگیم VB به توان 2 منهای VA به توان 2 مساوی با 2AX. هم طول مسیر رو داریم، هم شتاب رو داریم، هم سرعت اولیه که صفر هست. بعد میایم میگیم انرژی مکانیکی در نقطه A مساوی با انرژی مکانیکی در نقطه B. انرژی مکانیکی در نقطه A چون رها شده، انرژی جنبشی صفره، اما انرژی پتانسیلش MGHA هست. انرژی مکانیکی در نقطه B چون رسیده به انتهای سطح شیبدار، انتهای سطح شیبدارم انرژی پتانسیل رو صفر در نظر گرفتیم، فقط انرژی جنبشی داریم 1/2 MVB به توان 2. پس اگر کار نیروی استکاکو بخوایم باید VB رو به دست بیاریم که یه مجهول داشته باشیم. VB رو میگیم VB به توان 2 منهای VA به توان 2 مساوی با 2AX. که به جای A میذاریم 2، به جای X مسیری که روی سطح شیبدار طی کرده 3 متر. ممکن بود یه مقدار بپیچونه مسئله رو، بگه که از نقطه A 1 متر یا 2 متر ارتفاع کم میکنه. اونجا باید از مثلثات استفاده میکردیم تا بدونیم چه طولی رو روی سطح شیبدار طی کرده، بعد به جای X قرار میداد. VB به توان 2 در میاد اینجا 12 متر بر ثانیه. چرا VB رو حساب نکردم؟ چون تو فرمول قراره VB به توان 2 قرار بدم، همین 12 کفایت میکنه، میشه 1/2 ÷ 2 ÷ 12 منهای 2 ÷ 10 ÷ HA. HA یعنی چی؟ یعنی ارتفاعی که نقطه A از مبدأ یعنی از زمین داره. ما B رو مبدأ یعنی زمین حساب کردیم. H رو بخوایم حساب کنیم از مثلثات میگیم سینوس 30 درجه مساوی با H تقسیم بر 3، H در میاد 1/2. 12 منهای C میشه کار نیروی استکاک. اگر مو کار رو بخوایم به دست بیاریم، یعنی ضریب استکاک لغزشی سطح، میگیم کار نیروی استکاک اندازش تقسیم بر این نیروی واکنش سطح ضرب در دی. نیروی واکنش سطح روی سطح شیبدار ام جی کوسینوس تتا است. طول سطح شیبدارم 3 متره. این 18 جول انرژی توی این 3 متر تلف شده. پس 18 تقسیم بر 20 ضرب در رادیکال 3/2 ضرب در 3 موکا در میاد 0.35 تقریبا. تمرین بعد گفته مطابق شیط جسمی به جرم 20 کیلوگرم از نقطه A و از حال سکون شروع به حرکت می کند. یعنی ما نگهش داشتیم در نقطه A، بعد رهاش میکنیم. سرعت اولیه صفر. مسیر آب بدون استکاکه، یعنی هیچ انرژی صرف غلبه بر استکاک نمیشه. هرچی انرژی پتانسیل گرانشی داشته تبدیل میشه به انرژی جنبشی تا میرسه به نقطه B که سطح زمین در نظر میگیریم، یعنی انرژی پتانسیل صفر. هرچی انرژی پتانسیل گرانشی در آب بوده تبدیل شده به انرژی جنبشی در نقطه B. سرعت در نقطه B چقدره؟ قسمت B گفته جسم پس از نقطه B به حرکت خود روی سطح افقی یعنی BC ادامه میده، در C متوقف میشه.
چرا باید درسی متوقف بشه؟ به خاطر اینکه یه نیروی داره جلوگیری میکنه. اون چه نیروی؟ نیروی اصطکاک. ضریب اصطکاک سطح بی سی رو داده 1/5، یعنی 2/10 طول بی سی رو خواسته. این سوال امتحانی بوده، میتونه مشابهش در آزمون‌های تستی هم مطرح بشه. یک سوال کاملا کلاسیک از مبحث کار و انرژی. اگر نیروی اصطکاک وجود نداشت، همون جوری که از آ تا بی وجود نداره، از بی تا سی هم وجود نداشت، چه اتفاقی می افتاد؟ جسم به حرکت خودش ادامه میداد، چون چیزی در مقابلش مقاومت نمیکنه، نیروی در مقابلش نیست. اما حالا که نیروی اصطکاک هست، تمام انرژی جنبشی داره صرف غلبه بر نیروی اصطکاک میشه، یعنی نیروی اصطکاک داره کار انجام میده، یعنی ما داره انرژی جنبشیمون صرف غلبه بر نیروی اصطکاک میشه تا میرسه به یه جایی که انرژی تموم میشه، یعنی همه ی انرژی جنبشی تبدیل میشه به انرژی گرمایی. انرژی که صرف غلبه بر اصطکاک میشه تبدیل میشه به انرژی تلف شده که گرمای بین جسم و سطحه. ما میخوایم ببینیم این طول بی سی چقدره که در سی متوقف شده، یعنی ما باید بگیم کار نیروی اصطکاک، یعنی انرژی که صرف غلبه بر اصطکاک در مسیر بی سی شده، برابر با همون انرژی جنبشی در نقطه بی، که چون در نقطه بی تمام انرژی پتانسیل گرانشی نقطه آ تبدیل شده به انرژی جنبشی، پس میتونیم بگیم حتی اگر نقطه بی رم به ما نداده بود، میتونستیم بگیم انرژی پتانسیل گرانشی آ برابر هست با کار نیروی اصطکاک در طول مسیر بی سی. این خیلی مهمه درک کنیم که در زندگی واقعی چرا حرکت ادامه پیدا نمی کنه. به دلیل نیروهای مقاومتی که وجود داره و خیلی از انرژی ها صرف غلبه بر این نیروهای مقاومت میشه. وجود نیروهای مقاومت در برابر حرکت بسیار مهمه در زندگی ما. اگر ما نیروی اصطکاکی وجود نداشت، حرکتی رخ نمیداد. شما همه چی رو روی حرکت افقی اگر در نظر بگیریم، به دلیل اصطکاکی که وجود داره، وگرنه زمین که ثابت، نیرویی که ما وارد میکنیم عکس العملش ما رو به جلو میرونه. پس این اصطکاک سبب میشه که این عکس العمل ایجاد بشه. وجود نیروهای مقاوم همونطور که میتونه انرژی رو تلف کنه، باعث ایجاد حرکت میشه. ماشین وقتی که شروع میکنه به حرکت، همین اصطکاکی که بین چرخ وجود داره و زمین سبب میشه حرکت آغاز بشه، اهمیت داره وجودش. حالا توی طول مسیر این اصطکاکه یه مقداری از انرژی رو کم میکنه، ولی باز هم مقداریش ضروریه. انرژی مکانیکی در نقطه آ برابر با انرژی مکانیکی در نقطه بی. ای آ مساوی ای بی، ام جی اچ آ مساوی 1/2 ام وی بی به توان 2. چون انرژی جنبشی در نقطه آ صفر بود دیگه ننوشتم، انرژی پتانسیل در نقطه بی هم صفر بود ننوشتم، وی بی در میاد 2 رادیکال 5 متر بر ثانیه. رسید به نقطه بی، یعنی ابتدای سطح افقی. سطح افقیمون اصطکاک داره، موه کا، یعنی ضریب اصطکاک لغزشی 2/10. تا میرسه به نقطه سی که متوقف بشه، تنها نیرویی که داره بهش اثر میکنه نیروی اصطکاک، در خلاف جهت
داره کار انجام میده، کارش هم منفیه. میایم باز از پایستگی انرژی مکانیکی استفاده میکنیم، میگیم انرژی مکانیکی در نقطه سی، میگید انرژی مکانیکی نداره که متوقف شده، میگیم صفر، انرژی پتانسیل هم نداره. این صفر منهای انرژی مکانیکی در نقطه بی میشه کار نیروی استکاک، منفی 1/2 ضرب در 20 ضرب در رادیکال 20 بتوانید که میشه 20 برابر میشه با کار نیروی استکاک، یعنی منفی 200 جول. ما کار نیروی استکاک رو داریم، چی رو میخواییم؟ طول سطح افقی که جسته کرده، یعنی BC. نیروی استکاک در BC کار انجام داده، بنابراین نیروی استکاک مو کا ام جی ضرب در بی سی ضرب در کوسینوس 180 مساوی با دبلیو اف کا، کار نیروی استکاک. از اینجا بی سی در میاد 200 تقسیم بر 2/10 ضرب در 20 ضرب در 10. اندازه نیروی استکاک رو تقسیم کردم بر نیروی استکاک ضرب در جابجایی. و آخرین تمرین که مشابه تمرین قبلی هست، میگه جسمی به جرم 3 کیلوگرم از نقطه آ از حال سکون شروع به حرکت میکند، پس از طی مسیر بدون استکاک آبی وارد سطح افقی بی سی میشود و تحت تاثیر نیروی استکاک در نقطه سی متوقف میشود. سرعت جسم در نقطه بی، مثل قسمت الف سوال قبل، کار نیروی استکاک در سطح افقی بی سی. اینجا مسیری که روی سطح افقی طی میکنه رو داده به ما، 40 متر. ضریب استکاک جنبشی سطح افقی بی سی را هم خواسته. سه قسمت داره این سوال. باز اولین کاری که میکنم شکل رو رسم میکنم. جسممون مسیر دایره یه بدون استکاک رو طی کرده. دایره ای شکل گفتم، نگفتم یک دایره، چون رب دایره رو طی کرده، بنابراین ارتفاعی که از دست داده رو برابر با شعاعی که این دایره داره، چون این انحنایی که طی کرده یه قسمتی از دایره است به شعاع 20 متر، ارتفاعی که از دست داده از نقطه آ تا بی 20 متره، یعنی انرژی پتانسیل گرانشی که از دست داده MGHA هست که تبدیل شده به انرژی جنبشی در نقطه بی، تماماً تبدیل شده. وسط مسیر مقداری از این انرژی پتانسیل تبدیل شده، ولی تو انتهای مسیر چون همه انرژی پتانسیلش را دست داده تبدیل شده به همه انرژی جنبشی. وی بی در میاد رادیکال 2GHA که 20 متر بر ثانیه میشه سرعت. میرسه به نقطه بی، 40 متر طی میکنه تا در نقطه سی متوقف بشه. میتونید این جسم رو یه ماشین در نظر بگیرید، بعد این سطح صیقلی رو طی کرده رسیده به جاده آسفالت. اگر آسفالت همون سطح بی سی باشه، داره انرژی جنبشی رو کم میکنه، ما هم ماشین رو در حالت خلاص گذاشتیم، داره همینجور از سرعتش کم میشه تا در نقطه سی متوقف بشه. میگیم ای سی منهای ای بی مساوی با دبلیو اف کا، میشه منفی 1/2 ضرب در 2 ضرب در 20 به توان 2 برابر با دبلیو اف کا، کار نیروی استکاک که در میاد منفی 400 جول.
اگر از ما پرسیدن چقدر گرما، به زمین منتقل میشه، میگیم 400 جول. بگه چقدر کار برای غلبه بر نیروی اصطکاک باید انجام بشه، میگیم 400 جول. اما در قسمت پ ضریب اصطکاک سطح خواسته، کار رو داریم، طول سطح رو داریم، یعنی مسیری که طی کرده، جا به جایی رو داریم، موکا به دست میاد. تمامی این سوالات رو وقتی که بخش چهارم مبحث کار و انرژی فیلمش قرار داده شد به صورت PDF قرار خواهیم داد. متشکرم. خدا نگهدار.